من در دو جلسه اول که مطالب خودم رو با شما عزیزان در میان گذاشتم اینطور شروع کردم، چون شاید کسانی باشن که نبودن روز پنجشنبه، پس من یک مختصری جمع‌بندی میکنم، خلاصه میکنم صحبتام رو. با این شروع کردم که همه ما چقدر خوشحال هستیم که خداوند در این روزها کشور ما را مورد لطف خودش قرار داده و هزاران ایرانی در داخل ایران و خارج از ایران قلب خودشون رو به عیسی مسیح دادن و واقعا شاد میشیم، به هیجان میایم و جشن میگیریم این بیداری رو. ولی در این حال صحبت از این کردم که اونچه که عملاً خیلی از اونایی که با ایرانی‌ها کار می‌کنن شاهدش هستن اینه که عده‌ای و گاهی وقتا عده‌ای قابل توجهی از کسانی که خیلی با هیجان و شادی عیسی رو به قلب خودشون راه میدن، می‌بینیم که به تدریج در ایمان خودشون تقلق میشن و به سردی میگرایند. کلیسا آمدنشون کم کم یه هفته در میون، دو هفته در میون، سه هفته در میون میشه و بعد از مدت ها، حالا بعضی ها هستن که از همون اول چون که دنبال اقامت و اینجور چیزا هستن، خب به بعضی که اقامت جور میشه دیگه مسیر رو ول میکنن، ولی خیلی هم که میمونن و ادامه میدن، باز میبینیم بعد از چند سال، حالا افراد فرق میکنن، سه سال، چهار سال، پنج سال، شیش سال، ولی کم کم میبینیم که یه مقدار شل میشن در ایمانشون. نه اینکه ایمانشون از دست بدن، ولی دیگه اون شرکت فعال در کلیسا و واقعا زندگی مسیحی رو اونطور که باید ادامه نمیدن. و این یک سوالی هست که برای ماهایی که با ایرانیان مسیحی کار میکنیم سوال مهمیه. حیف هست که این همه ایمان بیارن ولی خیلی هم یه جورایی از این در میان، از اون در محو و ناپیدا بشن. علتها رو جستجو کردیم و دیدیم که یکی از مهمترین این علتها این است که زندگی مسیحی فقط ایمان آوردن به اون نیست، بلکه مسیح ما رو به شاگردی خودش دعوت میکنه. دعوت میکنه که نه فقط ایمان بیاریم به او، بلکه شاگرد او بشیم. و به نظر من یکی از چالش‌های مهمی که بر سر راه کلیسای ایرانی وجود داره و شاگردی مسیح برای ایرانی ها این نگرش‌های ناقص، این نگرش‌های تقلیلگر هست. در انگلیسی میگیم reductionist approaches. و من شروع کردم به تعدادی از این نگرش‌های تقلیلگر پرداختن. همش رو من اینا رو قبلا صحبت کردم در کلیسای خودمون در لندن و جاهای دیگه و بعد نمیتونم توی این سه روز نمیتونستم اینها رو همه رو بحث بکنم، ولی چند تا شو من اشاره کردم. اولیش نگرش آمرزش محور بود. گفتم که یک الهیات آمرزش محوری رو گاهی وقتا ما مقایسه میکنیم و ما پیروی میکنیم که در این الهیات مسیحیت خلاصه میشه به آمرزش گناه. ما فقط میایم ایمان میاریم که گناهمون آمرزیده بشه، گناهانمون آمرزیده بشه، پارسا شمرده بشیم. پس بیشتر به این جنبه آمرزش گناه پرداخته میشه و فراموش میکنیم که این شروعه، این ورود به این کاخ بزرگ زندگی مسیحی هست. این تمام این کاخ نیست، این در وروده. شما برای اینکه وارد این کاخ بشی باید اول گناهت آمرزیده بشی. ولی اگر کسی فکر کرد که این تمام مسیحیته،
تمام تجربه مسیحی فقط این خلاصه میشه که من گناهکار بودم، زیر محکومیت بودم و آمدم و آمرزش گناه پیدا کردم، مثل کسی میمونه که وارد این کاخ بشه ولی همونجا دمون در میه مبلی صندلی بشینه و اصلا دیگه ادامه نده، وارد این کاخ نشه و حضور این پادشاهی که در این کاخ هست و این پادشاه میخواد که با ما رابطه برقرار کنه، این پادشاه میخواد یه رابطه پدرفرزندی با ما داشته باشه و میخواد ما از محبتهای او و تمام چیزهایی که تو این کاخ هست برخوردار بشیم، دیگه هیچ کدوم اینا رو تجربه نکنه و همش تمام فکر و ذکر و همه تجربهش خلاصه بشه، تقلیل پیدا کنه فقط با آمرزش گناه. این به نظر من یکی از اون نگرش های ناقص هست که باعث میشه مسیحی ایرانی و یا هر مسیحی دیگه باشه، مسیحی کانادایی باشه، مسیحی آمریکایی باشه، مسیحی انگلیسی باشه، هر کی میخواد باشه، فقط یه چیزایی رو تجربه کنه تو زندگی مسیحی و از خیلی چیزا چی بشه؟ محروم بشه و در نتیجه نتونه رشد کنه. خاطر اینکه رشد در زندگی مسیحی منوط و مشروط به تجربه تمام اون رابطه هست، فقط به این خلاصه نمیشه که من خدا منو آمرزید، این خدا رو میخواد پدر من باشه، در این رابطه پدر فرزندی خیلی غنی‌تر، خیلی عمیق‌تر، خیلی وسیع‌تر، خیلی باثرتر و هیجان انگیزتر از فقط آمرزش گناه. درسته؟ پس این یک اشتباه، آمرزش گناه درسته، حقیقت داره، خیلی هم مهمه، به عنوان نقطه شروع اصلا ضروریه، ضرورت کامل داره، ولی اگه فقط باشه، اگه خلاصش کردیم به اون، این مانع از رشد میشه، چون من همونجا میمونم و بعد از یه مدتی هم دیگه عادی میشه برای من، ولی من آموزش با آموزش شدم همونجا دیگه، یه بریم ریگار بود درسته؟ بهشتی شدم، به استابیلیت بهشت رو به من دادم، من دیگه میرم آسمان، دیگه بقیهش دیگه اینجا چیز مهمی وجود نداره که من بخوام انجام بدم. میدونید؟ دومین نگرشی که بهش اشاره کردم و گفتم که باز یکی از اون نگرش‌های اشتباه هست، الهیات مصرف‌گرا اسمش رو گذاشتم، کانسیومریست تئولوژی، کانسیومریست اپروچ. گفتم که یکی دیگه از این نگرش‌هایی که باز عناصر حقیقت توش هست ولی چیه؟ ولی باز دابسته اینه که ما میایم که دریافت کنیم، میایم که بگیریم، فکر می‌کنیم ایمان آوردن به مسیح یعنی آمدن به حضور مسیح برای دریافت یک سری برکات، میام که آرامش بیارم، میام که مشکلم حل بشه، میام که شفا پیدا کنم از یه مریض، میام که یک زخم و یک مشکل روحی و روانی که دارم دیپرشنم خوب بشه و و و و میام تا بگیرم. مسیحیت خلاصه میشه به فقط اومدن برای یه چیزی از خدا بگیرم، مصرف کنم خدا رو، خدا میشه یه کالای مصرفی و این خطر وجود داره که وقتی مصرفش کردم و دیگه اون نیازم رفت شد، مشکلم حل شد، دیپرشنم رفت شد، مرضم شفا پیدا کرد، اقامتم رو گرفتم، آرامشم رو پیدا کردم، دیگه احتیاجی به این خدا ندارم. بعد از این مدت چی میشم؟ نیازی نمیبینم که بیام پیش این خدا. درسته؟ و این مشکل میشه، باعث میشه که ادامه نمیگیم، چون دیگه برای چی بیام کلیسا؟ همه که گرفتم دیگه نه؟ بازم یه حقیقتیه، ولی این حقیقت ناقص. درسته که خدا احتیاجات ما رو رفع میکنه، ولی مسیحیت خیلی بالاتر از این هاست. مسیحیت اینه که من بیام که واقعا هم شکل مسیح بشم، بیام تا شریک طبیعت خدا بشم، بیام تا مجرایی بشم برای اینکه بخشندگی خدا و برکات خدا از من به دیگران برسه و خیلی چیزهای دیگه. میام نه فقط برای خودم که من بگیرم، بیام تا بدم، بیام که خدا از طریق من بده به دیگران و خیلی چیزها. واسه این بازی چیز ناقصه. سومین چیزی که بهش اشاره کردم الهیات عرفانی، الهیات عرفانی میستیکال تئولوژی، گفتم که یکی از اینها این هست که
زندگی مسیحی تبدیل میشه به افراد در تأکید یک جانبه بر نوعی تجربه روحانی مستقیم با قدرتی برتر و تا حد زیادی تعریف نشده و بی‌نام‌ونشان. مسیحیت تبدیل میشه به اینکه من بیام کلیسا که یک رابطه مستقیم عرفانی با یک قدرت برتری برقرار کنم که رو من یک تأثیراتی میگذاره، لذتی به من میده، عالمی منو میبره و خیلی وقتا من از خودم بیخود میکنه و این از خود بیخودی برای من خیلی چیه؟ خیلی هیجان انگیزه و فکر میکنم هر وقت من از خودم بیخود شدم این چیه؟ این اینجا خدا با خدا در ارتباط قرار گرفته. حالا این کدوم خداست؟ خیلی محتواش خیلی روشن نیست. اینو گفتم استودیوشم الهیات این کنه الهیات عرفانی و باز دیدیم این ناقصه، این اشکال نداره، این حقیقته. البته که به حضور خدا اومدن، البته که وارد حضور خدا شدن درش لذت هست، درش یک رابطه مستقیم با خدا هست و همه این چیزها اونجا وجود داره. من اصلا نمیخوام ممکن اینا بشن و اصلا خیلی هم من روی این تجربه ها تاکید دارم، ولی دیدیم که اگه فقط این شد، اگه درش شناخت نبود، اگر درش من این عیسی رو که میگم عیسی و در پرستشش میکنم، میپرم بالا میپرم پایین، چیز زیادی درباره خود این عیسی نمیدونم، فقط چیه؟ فقط تبدیل میشه به یه قدرت برتری که قلی قلی میده به من. اینجا مشکل هست. من باید این عیسی رو بشناسم، بدونم چیه. این عیسی میخواد تو زندگی اخلاقی من تأثیر بذاره، این عیسی میخواد زندگی منو کاملا دگرگون بکنه و خیلی چیزهای دیگه که اگر اونها فراموش شد، اون وقت این رابطه مستقیم لذت بخش با این نیرویی که بالاخره منو لمس میکنه یه جوری و به هیجان میاره، این کافی نخواهد. و مسیحیت ایرانی به نظر من در این خطر هست که به خاطر پیشینه یه عرفانی که داره، به خاطر این که ما خیلی روی عرفان به نسبت به عرفان احساس ارادت داریم و مثبت میبینیمش، ناخودآگاه مسیحیت رو خلاصه بکنیم به اینکه بیام کلیسا و این احساسات به من دست بده، این تجربه ملاقات بشم. و دیدیم که این کافی نیست، این ناقصه. مسیحیت فقط یه ملاقات مستقیم با یه خدایی که نمیشناسمش نیست، بلکه مسیحیت محتوای تاریخی داره، محتوای اعتقادی داره، محتوای اخلاقی داره. اینا همش اونجا مهمه در این رابطه، و الا ما هر عیسایی رو نمیتونی پرستش بزنی. پس این سومی بود. و چهارمی الهیات دوگانه انگارانه بود، الهیاتی که جهان هستی رو به دو بخش تقسیم میکنه، به قسمت روحانی و غیر روحانی، با اموری که مقدسن و اموری که معمولی هست، و امور مقدس رو فقط محدود میکنه به امور کلیسایی روز یک شنبه و تمام بقیه زندگی، کار و تحصیل و چه میدونم همه چیزهای دیگه میشه امور معمولی زندگی. و من میدونم چطوری توی این کلیسا زندگی کنم، توی با این امور مقدس کار کنم، ولی وقتی که به امور معمولی به اصطلاح میرسم 90% زندگی من شامل میشه، تو اون قسمت دیگه نمیدونم چطوری باید قوانین روحانی رو پیاده کرد. اصلا نمیشه پیاده کرد. بنابراین من یه زندگی دوگانه دارم، تو کلیسا یه جور زندگی میکنم، پر از روحانیتم، هللویا میگم، سرود میخونم، مسائل روحانی و کلیسایی و چیزا رو پیاده میکنم، ولی وقتی که میرم سر کار مثل بقیه هستم، هم شکل جهان، تحصیلم، تجارتم، ورزشم و خیلی چیزای دیگه‌ام با مردم دنیا هیچ فرقی نداره. 90% زندگی من شبیه مردم دنیا هستم، فقط وقتی میام تو کلیسا فرق دارم و یه کارهای متفاوتی انجام میدم. این میشه دوالیسم. و این برای طرز تفکری استوار هست که دنیا رو به دو بخش تقسیم میکنه و روحانی و غیر روحانی، در صورتی که دیدیم این اشتباه هست. دیدیم اینطوری نیست. خدا هم روحانی رو خلق کرده، هم ماده رو خلق کرده، هم روح رو، و خدا میخواد که تو همه زندگی ما حاکم باشه. فقط قوانین روحانی بر همه زندگی ما حکم فرما باید باشه. ما فقط روز یک شنبه نیست که باید مسیحی باشیم، بلکه تو تمام زندگی بود خدا میخواد ما مسیحی باشیم. باید اینو یاد بگیریم، باید جامعه مسیحی رو یاد بگیریم و این جامعه مسیحی رو پیاده بکنیم تو همه افعال زندگی.
بنده چیه؟ بنده باز ناقصه. فقط تو کلیسا مسیحی بودن کافی نیست. سر کارم باید مسیحی بود. تو دانشگاه هم که درس می‌خونم باید مسیحی بود. و و و و و. پس اینم یکی دیگر. پس این چهار تا رو من بحث کردم برای اونایی که بودن، ببخشید که تکرار شد. ولی میخوام دو جفت دیگر رو میخوام اینجا توضیح بدم که به نظر من مهم هست. دو جفت هستن اینا. یه افراد و تفرید هم. هر کدومشون یه افراد و تفرید هم. و خلاصه بار میخوام اینا رو بگم چون وقتمون کم. جفت اول یا افراد و تفرید اول رو من اینجوری اسم گذاشتم. الهیات شریعت گرا و کم آشنا با فیض. الهیات شریعت گرا و کم آشنا با فیض، این یه طرف قضیه است. و در نقطه مقابلش الهیات ضد شریعت و مبتنی بر فیض ارزان. فیض ارزان این یه جفت. اینا ضد هم، اینا دو تا نقطه مقابل هم دیگه. حالا وقتی توضیح دارم متوجه میشید. اول از همه الهیات شریعت گرا و کم آشنا با فیض، در انگلیسی میگن legalism. این الهیات شریعت گرا یا این تأکید یک جانبه و نادرست و افراطی بر این که یک نوع دیانت شریعت محور رو ما بخواییم تو زندگی مسیحی در واقع پیاده بکنیم، این مخصوصا برای ماهایی که از زمینه اسلامی هستیم یه چیز یه مقدار طبیعیه، چون که ما در یک دورهی، در یک زمانی، در یک دیانتی بودیم که اونجا شریعت خیلی مهم، قوانین و مقررات دینی خیلی مشخصا تعریف می شدن و دیانت هم و زندگی روحانی و دینی هم یه جوری با برنگاه داشتن شریعت و قوانین فقهی و آیینی و فرایض دینی استوار بود. درسته؟ و وقتی که ما میگیم ایمان میاریم و مسیحی میشیم، این امکان وجود داره که ناخودآگاه با خودمون اونو میاریم، چون وجودمون عادت کردیم بیم که انگار رابطه ما رو با خدا یک جوری باید یک نوع شریعت تنظیم بکنه. عادت کردیم به این که مطابق با قوانین و مقررات افراد میان میگن خب ما چطوری روزه بگیریم، چطوری اینو بکنیم، چطوری اونو بکنیم. همش چیه؟ همش روی این فکر هستیم که چطوری شریعت مسیح چجوریه. درسته؟ پس این یه طرف قضیه است. من دیدم یه عده از مسیحیان وقتی که مسیحیان ایرانی وقتی که به مسیح ایمان میارن این عادت‌های شریعتی رو با خودشون میارن، هنوز متوجه نیستن که رابطه ما رو با خدا دیگه شریعت به این شکل تعیین نمی‌کنه. پس این یه افراطه، یک نوع اشتباه هست که اینجا پیش میاد. در این نوع تفکر، در این الهیات شریعتی را و کم آشنا با فیض، ما یک جوری باز بر پرفورمنس، برای اینکه چقدر ما موفق میشیم توی زندگی مطابق میل خدا تأکید میکنیم. اگر رابطه ما با خدا بر این استوار هست که من چقدر میتونم مطابق میل خدا زندگی کنم، هر چقدر من بتونم احکام خدا رو نگه دارم، هر چقدر من بتونم مطابق با قوانینی که حالا توی عهد جدید توی انجیل پیدا میکنم، اون موقع در دیانت قبلی خودم، در اون کتاب آسمانی قبلی خودم من این قوانین رو پیدا میکردم، حالا در کتاب مقدس این قوانین رو پیدا میکنم. ولی تفکر و نحوه برخورد من با خدا باز این هست که من بر حسب این که چقدر موفق میشم که مطابق میل خدا، مطابق با قوانین خدا زندگی کنم، رابطه من با خدا نزدیک و دور میشه. شاید منطقا اینطور فکر نکنم، ولی احساسا اینطوری فکر میکنم، ناخودآگاه خیلی از این چیزها، یعنی که دائما چیم؟ دائما دچار یک احساس تقصیر، احساس محکومیت، احساس این که من به اندازه کافی
مطابق میل خدا زندگی نکردم. همه ما هم بالاخره چی هستیم؟ هیچ کدوم که کامل نیستیم. مطمئنا تو زندگی های ما هم چیه؟ خطایا اتفاق میفته. کلام خدا رو اگه بگیم گناه نمی کنیم، خدا رو دروغگو میشماریم. درسته؟ ما که کامل نشدیم. پس تو زندگی همه ما این قصور، این کوتاه اومدن از استاندارد خدا یه تجربه‌ایه که دائما باهاش روبرو هستیم. و اگر فکر کنیم که رابطه ما رو با خدا میزان موفقیت ما در نگه داشتن احکام او تعیین میکنه و تنظیم میکنه، دائما از ته دل ما یک جور ترس، یک جور نگرانی، یک جور عدم اطمینان و بی‌اعتمادی به خدا هست. وقتی میایم به حضور خدا دائما در این ترسیم که حالا چیه؟ حالا این خدا اولین تا من نمیدم خودم این مشکل رو داشتم. وقتی میومدم به حضور خدا انگار که چیه؟ مثل یه پدر و مادر سختگیری که اولین چیزی که منو میبینه میگه چرا ریختت اینطوری؟ چرا لباست اینطوری؟ چرا فلان چه میدونم اینجا رو کثیف کردی؟ چرا اونجا رو اینطوری کردی؟ یعنی انگار من همش باشی هم با یه حالت هم که اولین گاهل اولین چیزی که این پدر تو من میبینه اشکالات من دیگه. من فکر کنم وقتی میام به حضور این پدر اولین چیزی که این پدر حس میکنه نسبت به من دیگه دلش به وجد میاد و میگه آخ فرزند محبوبم، فرزند عزیزم، بیا قربونت برم بغلت کنم. اصلا کار نداره در وهله اول به اینکه من شلوارم کثیف شده یا صورتم حتی اگر اینطور شده نباید اینکه بخواد منو محکوم کنه، با که دلش به حال من میسوزه و میخواد منو کمک کنه که من تمیز میشم. من این مشکل داشتم و این طول کشید برای من که متوجه بشم که خدایی که تا مقدس این خدایی نیست، این خدایی که دقیقا وقتی من میرم به حضورش مثل اون پدر ها که پسرش گم، پسر گم شده نه؟ رفته تمام مال و اموال پدر رو هم برباد داده در ولخرجی و در گناه و دوری از خدا، ولی وقتی برمیگرده این پدر اصلا احساسش چیه نسبت به این بچه؟ این دوه به طرفش بغلش میخونه، اصلا تمام اصلا فکرش چیز دیگه ایره برای این بچه. اون چیزی که اونجا میبینه اون عزیز دلش هست، پسری هست که گم شده بود و پیدا شد، میخواد جشن به با کنه. درسته؟ اما گاهی وقتا ممکنه به خاطر پیشینه بود، به خاطر زمینه قبلی بود، اینو طول میکشه تا متوجه بشیم و این باعث میشه که ما عقب بمونیم، باعث میشه که نتونیم در ایمان خودمون رشد کنیم، نتونیم در شاگردی مسیح روش کنیم. پس این یه اشکالیه که اینجا خیلی وقتا بینه برای ایرانی ها پیش میاد. جایی که تأکیدمون در رابطه با خدا باشه، محبت و فیض پایدار و تغییر ناپذیر اون نسبت به ما، به قول برادر ساسان این که ما بدترین کار رو بکنیم یا بهترین کار رو بکنیم هیچ کدوم نمیتونه محبت خدا رو نسبت به ما تغییر بده. اینکه درک کنیم که محبت خدا نسبت به ما بر ذات و شخصیت خودش استواره، نه بر اون چی که من هستم یا من میکنم. خدا منو محبت میکنه چون که این محبت از قلب پر از محبت او جاری میشه. رابطه من با او از او نشأت میگیره نه از من، بر او استواره نه بر من. او هرگز تغییر نمیکنه، او مطلق محبت، مطلق رابطه است. ایرانی ها نه فقط اینجا بفهمیم، اینجا بفهمیم و این طول میکشه. درسته؟ طول میکشه مخصوصا اگه تو زندگی خودمون پدر و مادر سختگیری داشتیم، طول میکشه. در این یه نوع نگرش، همون نگرش شریعت گرا و کم آشنا با فیض. فیض و لطف خدا با داره ما مکشوف بشه، بتونیم بر امانت مسیح و اتحاد روحانی با او توکل بکنیم، بدونیم که مقبولیت ما
در کار انجام شده و تکمیل شده عیسی مسیح است. اونه که شالوده یه رابطه ما رو با خدا تشکیل میده، نه اون چه که من هستم لحظه به لحظه. امروز خوبم، فردا ممکنه بیفتم، پس فردا ممکنه یه حال دیگه ای باشم، ثابته. محبت اون تغییر نمی کنه، فیض اون ثابته. درست ما این فیض، این محبت رو باید بشناسه بیشتر. به این خیلی وقتا من دیدم تو زندگی خودم باعث شده که من نتونم رشد کنم در شناخت خدا و در رابطه‌ام با خدا. در این نوع الهیات شریعت‌گرا تاکید بیشتر بر ابعاد خارجی، ظاهری و عینی دین هست. این هم یکی دیگه از ابعاد اشتباهه. بیشتر بر ابعاد ظاهری و عینی دین توجه داریم. اینطور که چطور دیده میشیم، چطور عمل میکنیم، چطور جلوه میکنه چیزات ما، و به اندازه کافی به وضعیت و حالت باطنی شخص، به ایمان، اعتماد و توکل به خدا، به تسلیم و سرسپردگی، به عشق و محبت درونی و تعهد نسبت به خدا، به این جنبه های درونی کمتر توجه میکنیم. دسته که برای خدا چیه؟ برای خدا اینا هستی خیلی مهم. من چقدر خدا رو دوست دارم، چقدر تسلیمش هستم، چقدر اعتماد دارم، چقدر بهش توجه میکنم. باطن من به خدا درسته. ولی ما خیلی وقتا، مخصوصا ما ایرانی ها، به خاطر اینکه از یک فرهنگ آبروداری میاییم، از یک فرهنگ honor and shame، فرهنگ شرم و حیا میاییم، زر ظاهر خیلی میاییم. ما ناخودآگاه این سایکی ما، این تفکر ما، احساسات ما جوری شکل گرفته توی کالچرمون، توی فرهنگمون، که برای ما اونچه که مهمه اینه که من چطور میبینم، من چطور به نظر میام، ظاهره. ولی اینکه توی من چی میگذره، اینکه واقعیت وجود من چیه، اون خیلی اینجور دیده نمیشه. نه؟ یعنی خیلی وقتا ما میایم کلیسا و در روابطمون بیشتر اون به رفتارهای ظاهری جلوه میکنه، شکل میگیره، ولی اون انسانیت باطنی اون گاهی وقتا ضعیف واقعی نمیده، ضعیف واقعی نمیده. توی ما اون چیزی که نشون میدیم نیست و هیچ وقت واقعیت درونمون رو ابراز نمیکنیم. اگر هم حالمون بده بگیم خیلی خود هللویا، چون همش نگرانی که دیگران چطوری ما رو میبینن و چطور نسبت ما قضاوت میکنن، و این اشتباهه. پس این شد الهیات شریعت گرا. حالا نقطه مقابلش این یه افاده باید از این بیرون بیاد. باید فیض رو بشناسیم، محبت خدا رو بشناسیم، رابطه درست با خدا رو بشناسیم. ولی در نقطه مقابل این، من اسمی گذارم الهیات حالا ضد شریعت و مبتنی بر فیض ارزان، cheap grace. اینم یه تفرید، اون طرفی یه افراد، یه تفرید. حالا الهیات ضد شریعت چیه؟ یه گروه دیگه اتفاقا از ایرانی ها برعکس، اتفاقا به خاطر اینکه از شریعت زده شدن، اصلا چیه؟ اصلا نمیخوان دیگه به هیچ وجه با شریعت کاری داشته باشن. اینا که میان به مسیح ایمان میارن، اصلا کاملا میرن اون طرف کرد. درسته؟ اینا مخالف با هر گونه نظام و قانون اخلاقی هست. مثلا فکر میکنم چون که ما دیگه به اصطلاح زیر شریعت نیستیم، یعنی اینکه اصلا مسیحیت دیگه هیچ قانون اخلاقی و نظام اخلاقی عینی و تعریف شده نداره. به محض اینکه صحبت از این میشه که این کار درسته، اون کار غلطه، خواهر اینطور باید رفتار کنیم، اونطور درست نیست، فوری اعتراض میشه که منو که دوباره دارید میذارید زیر شریعت، اینم که شد تمام. هر حکم اخلاقی، هر امر و نهی اخلاقی انگار یه شریعت جدید طلب میشه، اما نسبت بهش فوری چیکار میکنیم؟ جلوه میگیریم و اعتراض میکنیم و نمیخوایم به هیچ وقت قبول کنیم که یک
یه قانون اخلاقی وجود داره توی زندگی مسیحی، یه قوانین اخلاقی هست. مسیح صحبت از احکامش میکنه، میگه اگه احکام منو نگه داره من محبت میکنه، فرامین منو نگه میداره. پولس رسول مرتب تو رسالاتش، بخش دوم رسالاتش، نیمه دوم رسالاتش خیلی احکام اخلاقی اینجا مطرح میکنه، خیلی وقتا از خود شریعت نقل قول میکنه. اینا چی میشه پس؟ اینا برای ما خیلی آشنا نیست. ما فکر میکنیم این موضوع رو که ما زیر شریعت نیستیم، از شریعت آزاد شدیم و اینطوری تعبیر میکنیم که دیگه شریعت برای زندگی ما هیچ نقشی نداره و کاملا ما چی هستیم؟ ما دیگه از هر گونه نظام و قانون اخلاقی آزادیم. در این دیدگاه خدا یواش یواش تبدیل به کسی میشه که به زندگی اخلاقی ما انگار اهمیت چندانی نمیده. مسیحیت در این دیدگاه همون میشه، همون رابطه عرفانی با خدا، همین که من با خدا چی هم؟ رابطه دارم. خدا فقط دوست داره که من بیام باهاش رابطه داشته باشم. حالا چطوری من از راه اخلاقی زندگی میکنم؟ میگم که کمرنگ‌تر میشه. خدا در این دیدگاه بیشتر من نوشتم به یه پدر بزرگ شبیهه که از رابطه با ما لذت میبره، ولی در قید تربیت اخلاقی ما نیست. دیدید بابا بزرگا چطوری هم؟ پدر و مادر حواسشون چیه؟ بچه رو تربیت. پدر مادر رو بابا بزرگ و مامان بزرگ فقط میخوان لذت ببرن از بچه. خیلی وقتا بابا بزرگ و مامان بزرگ ممکنه خراب کنه بچه. درسته؟ خاطر اینکه اونا مسئولیت تربیت اخلاقی اونا رو به عهده ندارن. ما خیلی وقتا خدا رو انگار در نقش بابا بزرگ و مامان بزرگ میبینیم. به عیسی مسیح نگو خدا بابا بزرگ یا آسمانی، گو خدا چیه؟ پدر آسمانی. خدا پدر آسمانی، گو بابا بزرگ آسمانی نه، پدر آسمانی. پدری که ما رو دوست داره، پدری که ما رو بخشیده، پدری که واقعا شاد میشه از دیدن ما. اولین چیزی که به فکرش میاد اشکالات اخلاقی ما نیست، ولی پدری که برای ساخته شدن ما از نظر اخلاقی بسیار اهمیت قائله و انتظار داره عوض بشه، میخواد ما رو عوض کنه. این پدر برنامه‌اش این نیست که بیا فقط چیه من از تو لذت ببرم، تو هم از من لذت ببر، همون باش که باش. نه، اینجا تغییر هست، اینجا تحقق هست، ما به شباهت مسیح در میاد. و این پدر گاهی وقتا میگه ما رو تهدید میکنه، میگه اگر تهدید داره که این حرامزاده هست. این جنبه گاهی وقتا بین اونایی که این طرفی میرن تضعیف میشه، شل میشه. تو این دیدگاه هیچ جایی انگار برای شریعت و قانون الهی در زندگی مسیحی وجود نداره. به معنی اینکه صحبت از شریعت و قانون الهی میشه، به اتهام مذهبی شدن و دوباره رفتن دوباره زیر شریعت اعتراض میشه. به بابا دوباره مذهبی مذهب اون کلمه مذهب هم خوب یاد گرفتیم، فوری اتهام مذهبی بودن زده میشه. این شد دوباره مذهب. مذهب هم یعنی شریعت، یعنی این چیزی خوبه یه چیزی بده، ولی جوری بابا رفتار اتهام مذهبی شدن. در این دیدگاه همونطوری که گفتم آزادی از شریعت یعنی اینکه شریعت دیگه هیچ جایی و هیچ اهمیتی برای زندگی مسیحی نداره، اصلا کاری نداره با شریعت. برای اینطوره آیا واقعا این همه معنی ها اینکه زیر شریعت نیستیم اینه که شریعت دیگه اصلا برای ما مسیحی ها هیچ نقشی نداره تو زندگی ما و ما اصلا نباید به احکام خدا اهمیت بدیم، چه عهد عتیقه چه عهد جدیدش؟ هیچیش دیگه به درد ما نمیخوره؟ و کلام خدا واقعا اینو میگه؟ اینطور به نظر نمیاد. البته که در مسیح دیگه شریعت نیست که رابطه یه انسان رو با خدا تنظیم میکنه. بله، ما دیگه شریعت، مخصوصا شریعت موسی، تنظیم کننده یه رابطه ما با خدا نیست. شریعت دیگه به عنوان یک نظام شرعی تام و تمام در زندگی مسیح حکم فرمایی نمی کنه. البته ما مثل قوم یهود
مسئول و موظف به نگه داشتن این نظام اخلاقی در تمامیتش نیستیم. اصلا نوع رابطه ما با خدا دیگه رابطه از نوع رابطه شرعی به این شکل نیست. ولی معنیش این نیست که شریعت دیگه هیچ نقشی برای ما نداره. شریعت دیگه اصلا به درد ما نمیخوره. ما تو کاری دیگه نداریم با احکام اخلاقی شریعت و یا تو عهد جدید و غیره. معنیش این نیست. چون آشکارا توی عهد جدید پر از نقل احکام شریعت پر. شما رسالات پولس رو بخونید. جا به جا میبینید صحبتهایی میکنه که در واقع شریعته. میتونیم بگیم که مسیحی دیگه اصلا نظام اخلاقی نداره و این دیدگاه اشتباه، دیدگاه یک جانبه، فکر میکنه که نه دیگه اصلا به کل من با شریعت کاری ندارم. بله از یه لحاظ درست، شریعت حتی به لحاظ اخلاقی هم کمال انتظار خدا رو از ما بیان نمیکنه. شریعت موسی بله تو شریعت کامل نبود. مثلا طلاق، عیسی مسیح آمد گفت که چی، من نیومدم شریعت رو نسخ کنم بلکه اومدم تو چیکار کنم، تکمیل کنم، تحقق ببخشم. و تو صحبتاش خیلی جا مثلا راجع به طلاق بود. این خدا طلاق رو به خاطر دل سخت دلی قوم داد، ولی هدف خدا، ایدئال خدا این نبود که من زن خودش رو طلاق بده. ایدئال خدا خیلی بالاتر. پس شریعت بله، شریعت از نظر اخلاقی کامل نه شریعت موسی. بنابراین ما نمیتونیم به شریعت موسی اکتفا کنیم به عنوان یک معیار کامل اخلاقی برای زندگی. البته که این دیگه نمیتونه باشه. معنیش اینه که هیچ کدوم از احکام شریعت دیگه به کار ما نمیاد. ما اصلا کاری نداریم با شریعت. نه، این اون معنا نیست که هیچ جایی دیگه تو زندگی ما نداره. مسیح نیومد نسخش کنه، بلکه اومد تا تحقق ببخشه، به کمال برسونه. اصلا خیلی ها جوری شریعت رو کاملا کنار میذارن، احکام اخلاقی رو کاملا که کنار میذارن، که کار به اینجا میرسه که بعضی ها اصلا معتقدن که رفتار اخلاقی یک مسیحی فقط با انگیزش های مستقیم روح القدس انجام میشه. اما به هیچ نظام اخلاقی مکتوب و مشخص احتیاج نداره. اینا اصلا چی کاملا برای یه مسیحی خارج. ما روح القدس خدا به ما داده، ما موقعی که روح القدس در ما هست هر جایی که برسیم روح القدس میگه نکن این کارو، نمی کنم. بعد میان این طرف دیگه حالا این کارو نکن، نمی کنم. بعد میگه اونجا رو بکن، اونجا رو بیدن می کنم. یعنی فقط چیه؟ روح القدس برای ما کافی. یعنی خدا روح القدس رو داده و رفتار اخلاقی مسیحی فقط با انگیزش های مستقیم روح القدس اتفاق میفته و احکام اخلاقی دیگه اینجا هیچ نقشی نداره. اصول اخلاقی دیگه اینجا هیچ نقشی نداره. روح القدس کافیه و ما فقط باید چیکار کنیم؟ حواسمون به روح القدس باشه. ببینیم روح القدس الان میگه چی. یه تصمیمی میخوام بگیریم، روح القدس تو هدایت، هدایت روح القدس. ولی اون واقعا اینطوری؟ اگر اینطور بود نصف رسالات پولس رو باید چیکار کنن؟ بریزن دو. اگر روح القدس خدا به ما داده و دیگه ما احتیاج نداریم راجع به اصول اخلاقی، راجع به احکام اخلاقی چیزی بدونیم، چرا عیسی مسیح راجع به این احکام خودش صحبت میکنه؟ چرا پولس رسول تو همه رسالاتش نصف رسالهش راجع به چیه؟ راجع به اینکه مسیحیان چطوری رفتار بکنید و چطوری رفتار نکنید. مگه ما روح القدس رو نداریم؟ مگه روح القدس خودش به ما نمیتونه بگه که دزدی بکن یا نه؟ میگه دزد دیگر دزدی نکنه در خصوصیان ها؟ میگه همدیگر رو ببخشید، میگه همدیگر رو مرتب آزار نرسونید، نگزید، بارهای یکدیگر رو تحمل بکنید، نمیدونم حمل بکنید. خب نگاه کنید دیگه، پر است از مصالح اخلاقی و احکام اخلاقی که خیلی هاشم از عهد عتیق شریعت گرفته شد. اینا چرا میگه پولس؟ مگه نمیگه اینا ها؟ که نکنه کتاب مقدس من فقط داره اون قسمت. پس برای چی لازمه؟ اگر روح القدس کافیه، اگر داشتن روح القدس به تنهایی تضمین میکنه که من رفتار اخلاقی به عنوان یک مسیحی رفتار درست باشه،
دیگه چرا من احتیاج دارم کتاب مقدس بخونم؟ ها؟ فکر کردی؟ این نگرش باز یکی از اون نگرش‌های اشتباهی بود. البته که بدون روح القدس ما نمیتونیم مطابق بین خدا زندگی کنیم. البته که مهمترین چیزی که تو عهد جدید خدا به ما داده که تضمین میکنه که ما بتونیم مطابق ما بین خدا زندگی کنیم روح القدسه. ولی هیچ جا نگفته که تا مقدس که روح القدس اومد شریعت چی شد؟ شریعت کاملا کمپلت، احکام اخلاقی رو کمپلت بنداز دور. روح القدس مستقیم و بیواسطه تو رو تو تمام اینها هدایت خواهد کرد. تو دیگه احتیاج نداری رسالات پولس هم قسمت های دومش رو بخونی چون روح القدس رو دریافت کرد. اتفاقا کلام خدا میگه روح القدس رو خدا داده تا ما حالا بتونیم شریعت رو انجام کنیم. خدا برای این روح القدس روح القدس رو خدا به ما داده تا اون اصول اخلاقی رو که داشتیم و خدا مطابق با شخصیت خداست. خیلی از احکام شریعت از شخصیت خدا نشأت میگیره. درسته که شریعت به تنهایی نمیتونست لا اون به اصطلاح تضمین کنه که ما مطابق میل خدا زندگی کنیم چون قدرت اجرایی نداشت. درسته؟ نمیتونست، قدرت اجرایی نداشت. من فقط با یک شریعتی که روی سنگ نوشته شده نمیتونستم، قوم اسرائیل نمیتونست انجام بده، ما هم نمیتونست بدون قدرت روح القدس. خداوند روح القدس رو در قلبای ما گذاشته نه تا ما شریعت و احکام اخلاقی رو همه رو چکار کنیم بریزیم دور و بگیم دیگه ما چی روح القدس رو داریم دیگه اصلا کاری داریم، برادر نگو این درست و غلطه، اصلا چیه به ما هیچی نگو. بابا ما میخوایم مثلا آیین‌نامه برای کلیسا تنظیم کنیم، میگن که ما رو گذاشتید زیر شریعت بود. ای بابا چه ربطی داره؟ یعنی ما مسیحی شدیم که دیگه هیچ گونه قانون و قانونمندی رو تو زندگی خودمون نداشته باشیم. فقط چیه؟ فقط روح القدس همینطور دائما مستقیم روح القدس ما رو هدایت بکنه. نه اینطوری نیست، من اینطوری نمیفهمم. روح القدس داده شده تا ما رو کمک کنه که شریعت خدا و احکام خدا رو انجام بدیم. البته شریعت موسی گفتم کامل نبود، شریعت موسی همش دیگه برای ما البته قابل اجرا نیست، لازم اون اجرا نیست. ما دیگه لازم نیست حلال حرام رو انجام بدیم، ما دیگه لازم نیست قربانی بکنیم، ما دیگه نباید طلاق بدیم و خیلی چیزهای دیگه. ما باید شریعت موسی رو از فیلتر عیسی رد کنیم. ما باید تحقق شریعت رو در احکام اخلاقی عیسی ببینیم. بله البته ما شریعت خیلی بالاتری داریم. آن شریعتی که فقط رفتار ظاهری ما رو تنظیم نمی کنه بلکه افکار و انگیزه های درونی ما رو مورد سوال قرار میده. منظور نیست که ما دیگه شریعت نداریم، ما شریعت مسیح رو داریم. و شریعت مسیح ضد تمام احکام شریعت موسی نیست. همه چیز رو عهد جدید دوباره تکرار نمی کنه که عهد جدید نیومد دوباره چیه؟ بگه آقا ما علکی رو بندازید دور. اصلا موقعی که پولس نامه می‌نویسه و مرتب به کلام خدا اشاره می‌کنه، موقعی که میگه کلام خدا برای اصلاح و نمی‌دونم رشد و تعدیب مرد خدا لازمه و مرتب به کلام خدا اشاره می‌کنه، اون موقع هنوز عهد جدید اصلا وجود نداشت، اون موقع هنوز اناجیل اصلا نوشته نشده بود. داشت راجع به عهد عتیق صحبت، داشت راجع به شریعت صحبت. پس اینو جنبندی بکنم و برم سر نقطه بعدی. پس اینجا یه افراد رو تفریح کنم که من فکر میکنم برای ایرانی ها خیلی مهمه که نسبت بهش مواظب باشن. از یک طرف نگرش و الهیات شریعتگرای ناآشنا یا کم آشنا با فیض رو داریم که همش شریعتی میخواد نگاه کنه، خودش رو دیگران رو محکوم میکنه به خاطر نواقص و کوتاهی هایی که داریم. از طرف دیگه نگرش ضد شریعت رو داریم که اصلا چیه؟ شریعت و قانون اخلاقی رو کمپلت چیه؟ میندازی دور و اصلا میگه من دیگه کاری ندارم، لطفا به من هیچی نگی، من روح القدس بود، روح القدس خودش میگه. نخیر، ما احتیاج داریم اصولی که در کلام خدا داده شده، ما احتیاج داریم به شریعت عهدعتیق. خیلی جاها اون چیزهایی که در عهد جدید نفی نشده دلیلی برای این کار رد کردنش نیست، هنوز پا بر جاست و ما به عنوان اصولی که
خواست قلب خدا رو نشون میده، شخصیت خدا رو نشون میده. ما بایستی به قوت روح القدس نگاه کنیم، به قوت روح القدس ببینیم اونا رو اتفاقا مبنا قرار بدیم برای زندگی خود. یه جنبه دیگه این تفریط باز تو این دیده میشه که مطابق با این دیدگاه اصلا تلاش و کوشش اخلاقی برای تقدیس نه فقط نیاز بهش نیست، بلکه اصلا اخو بده. این دیدگاه میگه که آقا جان تو نباید به تلاش و کوشش دست بزنی برای اینکه از نظر اخلاقی زندگی مقدستر و بهتری داشته باشی. این هم دیگه الهیاتی که با جزء همین اشتباه میگه چی؟ میگه اتفاقا مشکلتا اگه عوض نمیشی، مشکلتا اگه موفق نیستی در انجام اراده خدا، برای اینکه تلاش میکنی، کار میکنی، کوشش میکنی، برادر تلاش و کوشش رو بذار کنار، به خودت تکیه میکنی، اینقدر تلاش نکن، بنداز خودت تو بغل خدا، بنداز توی جریان روح خدا و روح خدا تو رو چیه؟ تو رو میبره همینطور. مشکلت اینه که سعی میکنی، مشکلت اینه که تلاش میکنی، ول کن خودتو، روح القدس میبرد برادر. روح القدس خودش چیه؟ خدا همه کارو میکنه. این دیگه میگه خدا همه کارو میکنه، فیض برادر، فیض خواهر. میگه پس این همه توی اهل کردید میگه تمام سعی خودتون رو بکنید چیه؟ میگه تمام، بخونید، رفتید خونه یه چیز در میارید گوگل کنید ببینید چند جای عهد جدید میگه تمام سعی خودت رو بکن. سعی کردن خلاف فیض نیست، سعی کردن باید سعی اونتا در سعی همون به قوت خدا تکیه بشه. آمین. سعی خودمون به قوت خدا تکیه. فکر نکنید با سعی خودمون پاداش بگیریم خدا به ما نزدیکتر میشه، نه، ولی در فرایند تقدیس تلاش انسان مهمه. کلام خدا میگه برید نگاه کنید، به حرف من گوش ندید، نمیتونم همه آیات رو براتون بخونم، برید نگاه کنید ببینید چند جا نوشته سعی، همش میگه مرتب سعی کن، سعی کن، تمام تلاش رو بکن، بکوشید. اون موقع هست که روح القدس کار میکنه، کمک میکنه، وقتی ما داره اما میشه برم برسم به اون زوج بعدی، جفت بعدی، اون جفت بعدی هم خیلی مهم. این شد پس یه جفت اشتباه، این شریعت ضد شریعت، این دو دار. دومی اسمشو گذاشتم، حالا اسمشو اول نمیگم، اول خودشو میگم بعد اسمشو میگم، اوکی؟ چون اسمش ممکنه یکم این سخت باشه فهمیدنش. یه طرف این افراد دیگه که الان میخوام به شما راجع به صحبت کنم و این جفت دیگاه اشتباه مربوط میشه به میزان انتظار ما از کار خدا تو زندگی، میزان انتظار خدا از کار خدا تو زندگی. اینجا قاتل ها پرس که قابل بیمان مهمون. مثال انتظار ما از خدا برای دریافت شفای جسمی چی باید باشه؟ تو چه انتظار باید از خدا داشته باشه؟ ها؟ این یه نمونه است. آیا ما باید انتظار داشته باشیم که برای هر کسی که دعا میکنیم یا برای خودمون هر وقت که دعا میکنیم شفا پیدا کنیم؟ این انتظار وقتی میگم انتظار، میزان انتظار ما از کار خدا توی زندگی. آیا برای هر کی دعا میکنیم برای باید شفا پیدا بکنیم؟ یا مثال دیگه، انتظار ما از خدا در مورد تقدیس و تبدیل اخلاقی ما و پیروزی ما بر نفس و گناه چی باید باشه؟ چه انتظاری باید از خدا داشته باشیم؟ باید انتظار داشته باشیم که
قدرت خدا و قدرت قدوس که به ما داده شده ما رو جوری عوض کنه که ما دیگه کاملا بتونیم بر گناه مسلط باشیم، بر نفس مسلط باشیم، دیگه گناهی از ما سر نزنه، کاملا دگرگون بشیم، عوض بشیم به طوری که دیگه چیه؟ یه مثلا سالی حد اکثر مثلا یه بار دو بار دیگه نمیشتر خدایی نکرده خطایی از ما سر بزنه. آیا این انتظار چیه؟ چقدر باید انتظار داشت؟ به قول برادر ما مالکون توی کلیسا میگه که کسی مقاله نوشته بود که راجبه اینکه چطور خدا ما رو عوض میکنه، برای من هم یه مقاله نوشتم که پس چرا عوض نمیشی؟ پس چرا عوض نمیشی؟ جدا نام چرا عوض نمیشی؟ شاید شما میشید کاملا، ولی جدا چقدر باید انتظار داشت؟ این سوالیه که من میخوام تو این درست بگیر طولانی هم شد. چقدر ما باید از خدا انتظار داشته باشیم، چه در مورد چیزایی مثل شفا و چه در مورد چیزایی مثل تقدیس، غلبه بر گناه. یک گروه هستن که در این مورد انتظار دارن که ما بتونیم کاملا غلبه بکنیم، ما بتونیم از شفای کامل برخوردار بشیم. ادعا میکنن، باور دارن که ما برای هر کی که دعا میکنیم اگر واقعا ایمان داشته باشیم چیه؟ باید شفا پیدا کنیم. این دیدگاهیه که من میخوام الان بگم، یه افراط بهش اشاره کنم. این دیدگاه بر این تاکید داره که پادشاهی خدا که من توضیح دادم توی این بحث، این نزدیکی خدا، حضور مجدد خدا، دست خدا که دراز میشه، حاکمیت خدا که تو زندگی ما در توسط عیسی مسیح برقرار میشه، این پادشاهی خدا باور داریم که امروز به کمال به ما رسیده. مسیح گفت پادشاهی خدا آمده. پس این اشخاص باور دارن که این به کمال به ما رسیده و ما میتونیم و باید پادشاهی خدا رو امروز به طور کامل تجربه کنیم. باید بتونیم تجربه کنیم. مطابق با این دیدگاه مسیح شفا رو فراهم کرده، روی صلیب به زخمای اون شفا پیدا کرده، پادشاهی خدا شروع شده. پس باید در اینجا ما با سلامتی کامل برخوردار بشیم، ما باید غلبه کامل بر گناه داشته باشیم، درسته؟ ولی اگر اینطور این گروه در واقع عنصر امید رو از زندگی مسیحی کاملا چکار میکنن؟ حذف میکنن. اونو معتقد هستن که اون چه که خدا وعده داده تو کلامش که روزی در آینده در زمان تحقق کامل نقشه خدا ما اون رو تجربه خواهیم کرد، امروز به طور کامل در دسترس ما قرار داده و اگر ما اون رو تجربه نمی کنیم به خاطر یه اشکال تو خودمون، یا ایمانمون کمه، یا متمرکز نمیشیم به اندازه کافی روش. بعد باید ما چیه؟ ما اون رو به طور کامل داشته باشیم. به این نگرش، به این افراد الهیدان های اسمی گذاشتن و اون اینه آخرشناسی بیش از حد تحقق یافته، Over-realized eschatology. یعنی این اشخاص فکر میکنن به یه جایی رسیدن که در واقع نرسیدن. فکر میکنن وعده های خدا برای شفای کامل، برای قدوسیت کامل، برای آزادی کامل امروز ما درش هستیم و بنابراین باید امروز چیه؟ اون رو کاملا تجربه کنیم. اینا منتظر این هستن، یا انتظار دارن از خدا، انتظار دارن از خودشون، انتظار دارن از دیگران که زخم ها و شکستگی ها کاملا چی بشه؟ رفع بشه و ما زندگی کاملا پیروزمند داشته باشیم. اینا انتظار بیش از حد دارن از زندگی مسیحی. به عبارت دیگه اینا پیرو یک نوع الهیات جلال هست. یعنی چی؟ یعنی انگار که همونطور که کلام خدا وعده میده که ما یک روزی
در جلال مسیح شریک میشیم، خدا ما رو جلال میده، اینا فکر میکنن ما الان وارد این جلال شدیم. زندگی ما باید امروز زندگی چی باشه؟ به همون جلالی که خدا وعده داده ما امروز باید اون رو تعریف کنیم. در این الهیات از صلیب دیگه خبری نیست، از شکستگی صلیب خبری نیست، فقط جلاله. رستاخیز مسیح فقط دیده میشه، ولی صلیب مسیح انگار ما از صلیب گذشتیم، انگار از صلیب ما گذشتیم. این الهیات، این نگرش اشتباه، این حقیقت رو درک نمی کنه. فکر می کنه که بله، در مرگ مسیح بر صلیب همه بها پرداخت شده. مرگ مسیح روی صلیب بهای شفای کامل ما، آزادی کامل ما، قدوسیت کامل ما، آزادی کامل ما رو پرداخت کرده مسیح. پس من امروز باید چیکار کنم؟ از همه اینا به طور کامل برخوردار باشم. به عبارت دیگه، این دیدگاه درک نمی کنه که هرچند مسیح بهای همه اینها رو داده، ولی من همه اینها رو به یک بار امروز به دست نمیارم. درسته به زخمای مسیح شفا یافته، ولی معنیش این نیست که من امروز این شفا رو به طور کامل تجربه میکنم. نه، یه مقدارش در آینده اون رو تجربه خواهم کرد. این جلال فقط در آینده به طور کامل در ایماندار ظاهر میشه و به یک باره امروز نصیب ما نمیشه. به همین خاطر که پولس از نوبر رو، از بیعانه رو صحبت میکنه، بگیم ما نوبر رو دریافت کردیم، بیعانه رو دریافت کردیم. یعنی چی؟ بیعانه چیه؟ بیعانه یه مبلغی که شما میدید یه تلویزیون هزار پوندی میخرید، نکنید این کار، یه تلویزیون هزار پوندی میدید، چقدر بیعانه میدید؟ ها؟ 900 پوند؟ دلار ببخش، هزار دلار میخری چقدر بیانه میدیم؟ ها؟ یه مبلغی کمترش رو مثلا نمیدیم هزار دلار، مثلا قیمت 900 دلار 950 دلار بیانه بزنیم، مثلا معنی نداره، مسخره است. درسته؟ بیانه یه بخش کوچیکیه از قیمت کامل، نه؟ پولس رسول میگه چی؟ ما بیانه میگه ما نوبر روح رو دریافت کردیم. یعنی چی؟ نوبر چی بود؟ نوبر اون قسمت اول محصول بود که درو میشه، نه؟ یه قسمت بود از کل محصول. میگه ما همه روح رو، همه مواهب و میوه های روح رو دریافت کردیم. نه، ما نوبر روح رو دریافت کردیم. یعنی چی؟ یعنی ما هنوز کامل نشدیم، یه چیزی رو دریافت کردیم ولی همش رو هنوز دریافت نکردیم. بله، به همین خاطری که پولس رسول میگه ما امید داریم، انتظار میکشیم. در رومیان باب 8، در رومیان باب 8، اون باب خیلی خیلی مهم توی کلام خدا میگه ما انتظار میکشیم، منتظر اون جلال آینده هستیم. امروز هنوز رنج ها داریم، امروز هنوز ضعف ها داریم. پولس رسول در آیات 18 به بعد در رومیان باب 8 میگه ما هم با خلقت آه و ناله برمیاریم. ببینیم، بعضی ها گفتن از کلام خدا بگو. خب اینه، ببینیم، بگه در نظر من رنج های زمان حاضر، پس رنج ها داریم، در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد در آینده هیچ هست، زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست. زیرا خلقت تسلیم بتالت شد، نه خواست خود، بلکه به اراده او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خود خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یابد و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. یعنی خلقت منتظره که ما فرزندان خدا وارد اون جلال بشیم، جلال کامل، اون آزادی کامل رو به دست بیاریم. ولی ببینید چی ادامه میده. ما میدانیم که تمام خلقت تا همکنون از دردی همچون درد زایمان مینالد، و نه تنها خلقت بلکه خود ما نیست که از نوبر روح برخورداریم، در درون خیش ناله برمیآوریم، در همان حال که مشتاقانه در انتظار پسرماندگی، یعنی رهایی بدنهای خیش هستیم، زیرا با همین امید نجات یافته ایم. اما امیدی که به دست آمد دیگر امید نیست.
چگونه کسی میتواند به امید چیزی باشد که آن را یافته است؟ اما اگر به چیزی امیدواریم که هنوز ندیده ایم، بردبارانه انتظارش را میکشیم. ما به امید زنده هستیم. یکی از مؤلفه های مهم زندگی مسیح امیده. امید به چی؟ امید به اینکه یک روزی شفای کامل رو دریافت کنیم. امید به اینکه یک روزی تقدیس در ما کامل بشه. امید به اینکه یک روزی در جلال مسیح به طور کامل شریک بشیم. ولی امروز هنوز به اونجا نرسیم. امروز هنوز به اونجا نرسیم. انسانیت باطنی ما تازه شده. درست قلب ما تازه شده. روح ما تازه شده. ولی ما منتظر تبدیل و تازه شدن انسانیت ظاهری یعنی بدنهای خودمون هم هستیم. هنوز این بدن تازه مریض میشه. شفا پیدا میکنه. گاهی وقتا خدا شفا میده. دوباره مریض میشه. ناله میکنه. ناله داشتن عزیزان این خیلی مهمه. ناله داشتن یک چیز غیر عادی برای یک مسیحی نیست. بعضی ها فکر میکنن غیر عادیه. نه، کلام خدا میگه با چی هستیم ما ناله داریم. چرا؟ چون ما هم با خلقت چی هستیم؟ در اون درد و رنجی که داره سقیم هستیم. ما هم هنوز از این فساد کاملا راهی پیدا نکردیم. جسم ما یک روز خواهد مرد. جسم ما یک روز خواهد. با وجود اینکه نوبر نور رو یافتیم، با وجود اینکه تمام این برکات رو تجربه کردیم، پس این یه طرف یه افراطه. افراط در اینکه فکر میکنیم ما همه چیز رو به طور کامل باید داشته باشیم. نه، ما همه چیز رو به طور کامل نمیتونیم داشته باشیم. این دیدگاه درک نمیکنه که هنوز ما کامل نشدیم. ما بین دو دوره زندگی میکنیم. به این میگن زندگی بین دو دوره. از یه طرف همکنون خیلی چیزها رو به دست آوردیم، همکنون نوبر روح رو یافتیم، همکنون به بیانه روح رو یافتیم، همکنون تولد تازه پیدا کردیم، همکنون خیلی ها خیلی وقتا خداوند به ما شفا میده، همکنون و خیلی از گناهانمون چیرگی پیدا کردیم، همکنون بعضی از اخلاقای بد ما عوض شده، همکنون خیلی چیزا رو به دست آوردیم. ولی هنوز شفای ما کامل نشد. هنوز تقدیس ما کامل نشد. ما در دوره بین همکنون و هنوز نه زندگی میکنم. همکنون خیلی چیزها رو تجربه کردیم ولی هنوز همه چیز رو تجربه نکردیم. ما در بین این دو قرار داریم و در این بین این دو چی هستیم؟ ناله هم داریم. نباید ترک کنیم، نباید خودمون رو محکوم کنیم، نباید دیگران رو محکوم کنیم و بالاخره اون طرف این افراد. پس این افرادی هست که میگه من رسیدم، این افرادی که میگه من دارم همیشه، این افرادی که میگه من باید شفای کامل داشته باشم، این افرادی که اصلا چیه؟ اصلا میگه که تو اگه ایمان داشته باشی همه کار برای چیه؟ امکان پذیره. با ایمان تو میتونی چیه؟ همه چیزو به دست. اصلا میگه خدا هم با ایمان بود که دنیا رو خلق کرد. خدا گفت و شد. چرا؟ چون ایمان داشت. نکنی داری این فقط باقی میگم خدا گفت چون یقین داشت، چون شک نکرد چی شد؟ خرد شد. تو هم اگه بگی و شک داشته باشی چی میشه؟ اتفاق میفته. اینجا میدونی چی میشه؟ ایمان میشه. خدا خدا هم قدرت داره به خاطر اینکه از قانونی بالاتر که ایمان باشه داره بیاره. بدعت ایمان خدا نیست. ایمان ما فقط هم یقین نیست، این که باید یقین داشته باشه و شک نکنه. ایمان اعتماد به خدا است. ایمان توش تسلیم هست. ایمان یعنی که وقتی من دعا میکنم برای شفای یه نفر، انقدر به حکمت او و محبت او اعتماد داشته باشم که بدونم این عزیز خدا رو تو دستای خدا بذارم و بگم خدا من تسلیم تو هستم، من به تو اعتماد دارم حتی اگر چیه شفا ندی. این ایمان مسیحی. ایمان مسیحی نیست که فقط یقین ذهنی داشته باشه، بگو و شک نکن انجام خواهد شد. نمیشه بر اساس یه آیه چیکار کرد؟ بر اساس یه آیه یه الهیات بزرگ رو پناه گذاشت.
پس این یه افراده و در مقابلش تفریط و با این سریع تموم میکنم. در مقابلش ما یه آخرشناسی دیگه داریم. گفتم این آخرشناسی بیش از حد تحقق یافته است. تفریطش آخرشناسی کمتر از حد تحقق یافته است. حالا اون برای قضیه هم داره. اون برای قضیه چیه؟ اون برای قضیه یه الهیاتی که میگه ببینید ما فقط گناهکاران آمرزیده است. تو گناهکارانی هستی که خدا گناهان ما رو بخشیده. دیگه از تغییر و تحول و دگرگونی و عوض شدن و زندگی مقدس و غلبه بر گناه و پیروزی و بیانه و شفا و از اینا چیه؟ اصلا هیچ خبری نیست. تنها تغییر چیه؟ اینه که من یه گناهکار بدبخت شکست خورده شکسته یه آمرزیده هستم. خدا فقط چیه؟ من رو قبول کرده ولی چیزی اتفاق به معنای دگرگونی اینجا زیاد مشهود نیست. تو این تفرید، تو این under realized eschatology، کار مافوق طبیعی خدا تو زندگی مومن خیلی کمرنگ میشه. این دیدگاه دائما تأکید یک جانبه داره بر ادامه ضعف و شکستگی و گناهکارگی ایماندار بدون تأکید کافی بر آزادی و شفا و تبدیل ایران. هر دوش اشتباه است. بعضی ها گرفتار under realized eschatology هستن، بعضی ها گرفتار این هستن که خودشون رو فکر میکنن همه چی الان چیه؟ همه چی الان به دست آوردن. یه عده‌ای فکر میکنن تقریبا هیچ چی چیه؟ به دست نیومده.